کار ترمیم کابینه جدید فرانسه پایان گرفته و از این پس باید در انتظار اعلان برنامه ها و راهبردهای جدید بود. در میان این تغییرات خانم رشیداد داتی خبرساز شد. یک وزیر سابق زمان آقای سرکوزی شهردار منطقه پاریس هفتم و حالا به وزیر سابق خانم ریما عبدالمالک میگوید اهمیت و اعتبار مقام وزارت را میداند او اضافه می کند همانطور که آندر مالرو بنیانگذار چنین وزارتخانه در فرانسه بود و آن را پانهاد معتقد بود نقش وزیر فرهنگ عمومی ساختن و در دسترس بیشترین شمار افراد قرار دادن هنر و فرهنگ است خانم داتی گفت برای من فرهنگ یک مبارزه است. در مورد دیگر که ارتباطی به خبر قبلی ندارد هشدارهایی شنیده می شود که مسئولان دولتی در شبکه های مجازی از کاربردهای عمومی غیر فرانسوی استفاده نکنند امروز یک اتوبوس مسافربری که از شهر لیل شمال فرانسه به بروکسل میرفت متوقف شد زیرا احتمال عملیات تروریستی داده شده بود بعد از آن که همه 45 مسافر این اتوبوس تک تک بازرسی و بازجویی شدند سه نفرشان دستگیر شدند سخنگوی پلیس توضیحاتی را در اختیار رسانه ها قرار داد در ارتباط با ایران جمهوری اسلامی در خلیج عمان یک نفتکش را تصاحب کرد و همین امر واکنش سریع واشنگتن را در پی داشت که خواهان توقف عملیات و آزادسازی کشتی و کارکنان آن شد امریکا و بریتانیا مشترکن عملیات نظامی علیه اوسیا انجام دادند و این ترجمه بیانیه کاخ سفید از سوی آقای بایدن است که میگوید او شخصا این تصمیم گیری را اتخاذ کرده است و جالب این که جمهوری اسلامی در جانبداری این بار علنی از حوسی ها عملیات علیه آنان را محکوم کرده است در ارتباط با حوادث تروریستی کرمان حکومت مدعی بود که عملیات انتحاری و توسط دشمنان خارجی مدیریت شده است در این فیلم کاملا جعلی و ساختگی حالا مدعی شدند نه یک یا دو نفر بلکه سی و پنج نفر را در این ارتباط دستگیر و آن گونه که در فیلم ادعا می شود از مدتها قبل به تمام زوایا و حرکات این تروریست آگاهی داشتند. در مورد اخبار منطقه در پایان چهارمین سفر آقای بلینکن که از هفتم اکتبر به این سو انجام گرفت او گفته معتقد است تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی جمهوری اسلامی را به انزوا خواهد برد دیدارهای آقای بلینکن با سران دول منطقه و در آخرین روز سفرش مصادف با بمباران شدید غزه همزمان شد اسرائیل غزه را میگویند گلوله باران کرده است در لاهه دادگاهی برای رسیدگی به پرونده غزه و عملیات نظامی آنگونه که افریقای جنوبی شکایت برده کار خود را آغاز کرد دادگاه گفته های شاکیان را شنید اما چه در داخل دادگاه و چه در بیرون قضاوت های دیگری نیز رد و بدل می شود همینقدر بدانیم جمهوری اسلامی از شکایت افریقای جنوبی حمایت کرده است ولی روشن نیست چرا خودش ابتدا مبتکر این کار نبود در بیرون دادگاه هواداران اسرائیل با عکسهای های هایشان آمده بودند در برابر فلسطینی ها و طرفدارانشان می گفتند به هلاکت رساندن 23 هزار زن و کودک و مرد بیگنا چگونه می تواند قانونی باشد؟ یک رسانه افریقایی زبان از همین تجمع و تظاهرات گزارشی را ارائه داده است. آقای نتانیاهو میگوید دروی افریقای جنوبی همین بس که در سوریه و لبنان در برابر جنایات شرکای حماس قایب بود و حالا بعد از مهاجرت میلیون ها را که ندید خود را دلسوز حوادث جاری نشان میدهد. نشریه اکسپرس می نویسد در حال حاضر یار و همراه نظامی روسیه کره شمالی و جمهوری اسلامی هستند و حالا برای تنفسی کوتاه از جنگ و سیاست رستوران رایگانی به نام مریم در بیروت که آماده پذیرایی از همه کسانی است که با هر ملیت به آنجا مراجعه کنند هنوز دلایلی برای امید به آینده بشریت وجود دارد